نمیدونستم قراره چطور شب عید امسالمونو بگذرونیم، چطور باید موضوع از بین رفتن پسندازمونو با نصرت در میون بذاریم. قربونت بتون خانم جون. نه دیگه، به خصوص که نصرت اونقدر درگیر کارهای عامل منفعه خودش بود که نمیتونستم فکرشو درگیر کنم. آره حالا نصرت رفته، چه میدونم باباس. یه لحظه گوشی خاموش که سرسام گرفتم، صدا به صدا نمیرسه. بیا برو بچه‌تو بگیر، الان خودش میسوزونه. به بابا زنگ زدی؟ 10 بار زنگ زدم. 10 بار دیگه هم زنگ بزن. ببخشید بتول خانم، میخواستم راجع به سوری خانم حرف بزنم. قراره برای دخترش خواستگار بیاد. آره دیگه، بنده خدا میخواد جهاز جور کنه. گفتم قره کشیه این ما بیفته به اسم سوری خانم. خدا رو شکر، خدا رو 100,000 مرتبه شکر که بالاخره پرستو جونم ایشالله به خیر و خوشی داره سر سامون میگیره. چی مبارک باشه، بگو عباس آقا دستش بسته هست، بنایی داره، پول عمل بنا نداره بده. مبارک باشه این داره بده. بالاخره شب عید بود و هر کی خودش روی پول قرعه کشی حسابی کرده. خدا رو شکر عباس آقا لنگ نمیمونه، دستش هم که به دهنش میرسه. بالا من که حرفی ندارم نصرت خانم جون، اما میدونین که شب عید عباس آقا دستش خالیه، لنگ دستمزد عمل بناست. یکی میخواست ماشین زنشو عوض کنه و از عمل بنا مایه میذاشت. سلام علیکم خانم گلچین، احوال شما؟ یا یکی مثل گلچین خانم که نگرانی های خودشو داشت. هیچ کس نمیدونست چرا هر وقت شب عید میشد گلچین خانم یاد عمل دوباره و چند باره شوهرش میفته. حقی رو بازم برای عمل باید ببرم خارج. گلچین از تور زنگ زنه گفتن 6:30 صبح روز 29 بعد فرودگاه باشیم. ها نصرت خانومه، ببینم میتونی گم بزنی به تعطیلاتمون. حتی آقای بزازی هم که کاسب بود، شب عید که میشد جیبش از من خالی تر. به این شلوغیا نگاه نکن، دستمزد کارگر و پول مالیات هم پرداخت کنی باز میمونی کم آوردی، یه چیزی هم باید بذاریم روش. بالاخره اون برای راضی کردن خانم اولش یه جوری باید از جون مایه میذاشت و این کارو با عوض کردن مبلمان خونش شروع کرده بود. مزاحمت نمیشم، زنگ بزن، خداحافظ. چی شد بابات؟ جواب نمیده، بازم بگیرش. با وجود این که به نظر میرسید همه دلایل خودشونو دارن، ولی نصرت خانوم بلد بود چطور با اونا حرف بزنه که جوابی رو که میخواست از اونا بگیر. به جون بچه هم الان مشکلم فقط پول پیش خونه است. زینت خانوم پول پیشو زیاد کرده، ما منتظریم ببینیم این قرعه کشی چی میشه، به اسممون در میاد ایشالا بذاریم رو پول پیش خونه، جا به جا نشیم. تو این مدت ما هرچی داشتیم جمع کردیم. مادر برو ببین غذا نسوزه، گذاشتیم تو این مؤسسه که شما خودتون خبر دارین چی شد. من حتی واسه بچه هم خرید نکردم، منتظرم ببینم قرعه کشی چی میشه. نه با باشه باشه. آخر همه مکالمه ها با نصرت به همین جا ختم میشد. هرچی شما بگید. این مردم هرچی بودن یه چیزی به نام وجدان داشتن که باعث می شد بعضی جاها چشمشون رو منافعشون ببندن. این وسط فقط آذر خانم هنوز جواب نداده بود که اونم به خاطر این بود که پای سوری خانم وسط بود. تو چه دماغی حالا؟ دماغ نیستم، فقط میگم همه میدونن چون ما میخوان بگیم خواستگاری دخترش، میخوان یه کاری کنن دستش تنگ نباشه دورتون بگردم. چه عیب داره آذر؟ عیب نداره، نه واقعا عیب نداره قمر خانم جون، عیب نداره. آخه مادر من هر کی تو قرعه کشی شرکت میکنه خب پولشو میخواد به زخمی بزنه دیگه. نه خیر پسر من، اصلا هم این حرفا نیست. ایشون میخوان برای دخترشون جهاز تهیه کنن، ما اینو میدونیم دورت بگردم. میفهمین؟ صدقه که نیست، داره قسطشو میده. فهمیدم.
فکر میکردیم میری خواستگاری دختره تو جازش میمونه نه؟ دست شما درد نکنه قمر خانم جون، دست شما درد نکنه، من چی آدمی هم؟ نه من واقعی هم چی آدمی هم دورتون بگم هیچی گفتم باید فکر کنم، بعدم گفتم تو قرعه کشی همه باید در یه شرایط مساوی باشن. همین دستون به هر نکنه پرسی بچکرم. آقا سلام علیکم، خسته نباشی، ببخشید. سلام آقا جنگی. زنم سوری خانم، حالا شما چطوره؟ خوب هستی؟ خوب هستی؟ چرا زحمت کشیدی؟ خواهش میکنم شما قدم لحظه کردی، کدوم بخشه؟ تو بخش نیست، بردنش اورژانس. اورژانس برای چی؟ مارگزی دیگی رو اول میبرن اورژانس. مار یعنی چی؟ بچه هم به دنیا نیومده، مار کجا بوده نیشش بزنه؟ بچه چیه؟ فتی رو مار نیش زده بردیم اورژانس. آخ فتی رو مار نیش زده؟ مگه نمیدونی؟ نه آبجی من کجا بدونم؟ بچه رو اینجا این؟ من برای خارزنم اومدم، فارغ شده. مرجانم اینجا بستریه؟ آره آبجی مبارک ایشالله مبارک. ببخشید آقا زنازای ما کدوم بخشه؟ طبقه سه. ای سوری خانم اینجا چی کار میکنه؟ من مطمئنم آمده رضایت مرجون رو بگیره. ای جهانگیر اینجا چی کار میکنه؟ بیا قربونت من برمیگردم. ای بابا قمر خانم اینجا قربونتون برم دورتون بگردم. میبینیش مامان من برم با آقا جهانگیر بگم. نمیخواد، لازم نکرده، خود جهانگیر ببینه قمر خانم اینجاست میره دیگه. نه برم توجیهش کنم یه وقت دورت بگردم. من که میدونم تو چیتا. مار کجا بوده؟ خونه آقا بالایی. آقا بالا خونه حوافتی کجا بوده؟ زیر کرسی خونه آقا بالایی. بعد مارم هم اونجا بوده. مارم زیر کرسی خونه آقا بالایی بوده. جنج میگه جنگل آبجی مار آخه تو سهرا خونه مار. چه میدونم دیگه، مار بوده اون کرسی و همه اینا بوده دیگه. فتی من برم یه سری به فتی بزنم بعد میام خدمت شما میرسم. من حتما میام خدمت میرسم. سلام به مرجان اینا. خیلی سلام سلام سوری خانم. سلام. زحمت کشیدین طبقه سوم بفرمایید. نه من باید برم اورژانس پیش فتی. آقا فتی چی شده؟ مار نشه زده دیگه. آره دکترش کیه؟ 5823 ببین کیه دکترش، اگه کاری نداره تخصیصش. ببخشید. علیکم السلام. ببخشید سلام علیکم. بچه به دنیا آمده یه زاو آوردن. اسمشون؟ اسم ندارم، قدم نور رسید. کجا بودی؟ کجا بودم؟ دنبال عوامر خودت دیگه. جاگه این چیه؟ من گفتم اینو بگیری؟ این چیه؟ من شیرنی خریدم، غذام خریدم دیگه، اگه عقل من به چیزی قدر داد پولم قدر. باشه بابا من دست درد نکنه. کدوم اتاقه؟ 305 بیا بریم. کجا بیا بریم؟ بیا بریم بیا بریم. سلطان قمر اونجاست، من چیزی ببخشید. چی گفتی؟ مامان قمر اونجاست، من چجوری بیام؟ خیلی خوب، مامان قمر تشریف بردن بیرون، شما میای تو تبریک. باشه بس من هم جای دوری میزنم. عادل اومد رفت بیرون، بهش تبریک بگی، یادت نره جهانگیر. ببین بله پسر بود دیگه. بعد سونوگرافی 1500 دفعه پرسیدی بچه چیه؟ گفتم پسره پسره پسره. پسر فریبا؟ بله. عینکیه؟ سلام آقا جهانگیر. سلام دادم 305. ماشالله 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 ماشالله. آقا عادل گلم یه ذره بخور. عمه نباش یواش نمیشه جهانگیر خریده، باید بخوری جون. باید بخوری دیگه. مامان جون برای شما بریزم. نه بابا جهانگیر خریده، من اصلا لب نمیزنم. چی میگی تو؟ مامان عمه مامان عمه مامان عمه دیوونم کردی دورت بگردم؟ بابا یه مار زده دیگه. خب این کم چیزی نیست، اگه بدنش مقاوم نبود مرده بود. البته اینو خانوادگی بدنشون مقاومه ها. خب گلم تو اینجا اومدی برو یه سر عیادت دیگه. نه قمر خانم جان دورتون بگردم، من شو بچه رو ببینم دورش بگردم، ازش تکون نمی کنم. هوست 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 بس من بهش میدم. با می بخوری ها زهره جان. شاید شما یه کاری میخوای بکنی از منم مشورت بخوای؟ آخه به همین راحتی به نصرت خانم گفتی باشه؟ رضا جان اصلا به مشورت نیازی نداشتا، همه موافق بودن. من خودم بعده میکردم که چی بشه. هانیه اون اسپره رو بیار مادر. اینجا لک دارم، اینجا رو پاکنم. بذار اسپره رو بیاره. میگن الان واجب سوری خانومه، میخوان یه کمکی به سوری خانوم بکنن. حواست به بچه باشه. آره سوری خانوم گرفتاره، ما گرفتار نیستیم. ها میخواستن کمک کنن به ما کمک میکردن. تو یک کلمه بهشون نگفتی صابخونه ما رو جواب کرده؟ رضا جان همه اینو میدونن ها. چی رو باید میگفتم؟ همه میدونن. آره فقط من یه چیزی رو میخوام بدونم، اگه بعده اید اساس ما رو بریزن تو کوچه، همین نصرت خانوم به بقیه میگه اینا مشکل دارن قرعه کشی ما بدیم به زهره خانوم؟ جان من میگه
الان ناراحتی؟ اتفاقی نیفتاده که. آره اتفاقی نیفتاده هیچ. یه زنگ بزن به نصرت خانم. قرعه کشی پریده میگه. بگو ما اصلا میخوایم قرعه کشی دوباره برگزار بشه. بگو ما پشیمونیم دور. بیا تلفنت هم بزن. بله آقا دل. دست بکن. دست بکن. بخوری با اشتها. آها. آها. با اشتها. آفرین مرجان. آیه میرزانی ها به اطلاعات. قدم نورسیده مبارک. حال خانومش هم بپرس. حال خانومه چطوره؟ هر دو بچه خوبه؟ اونو نزد. اونو نزد. خب شیش شده. آیه میرزانی ها به اطلاعات. الو. آقا رضا. آقا رضایت. آقا رضایت گوشی. سلام علیکم. آقا مبارک باشه. سلامت باشی. قربونت برم. ببین تازه شد یک پنجم من. ان شاء الله شش تا شدن خودت. خلاصه. آقا من هر چیزی هم می‌سنم آقا نصرت گوشو جواب بده. نمی‌خواد اینقدر یواش حرف بزنی. خودشون اینا بلندگو داد می‌زنن. میگم شما نزدیک هستی میشه بگی به من یه زنگ بزنه. ای بابا من بیکارم این میرزانیو صدا می‌کنید. فکر نکنم خونه باشه. رفت کلانتری دیگه. این بزرگسی نیست. آقا عوضو بردن اونم رفت دنبال کاراش دیگه. حالا تو الان چیکارش داری؟ میگم آقا رضا شما میدونستی این دستگاه پوز 200 میلیون برنده شده؟ چقدر؟ جدی میگی؟ یعنی آقا نصرت به شما نگفته؟ من از کجا میدونستم؟ کاری کمک هیچ چیزی قاطی من هستم. به جان خودت من دارم الان از تو میشنم و من نمیدونستم. یه لحظه گوشه خانومم بپرسم. نه هیچ کار نمیخواد بکنی. خب شاید خبر نداره. چی شده؟ گوشی. هیچی بابا بنده خود هزینه های بیمارستان رفته بالا گرفتار شده. برو شامو درست کن. گوش نمونه. میگه ما قادر چی میگفت الان؟ همینی که بهت گفتم دیگه. تو برو شامو درست کن. خیلی خب پرداره بزنیم شما. پرداره من میزنم. شما برو شامو ردیف کن دیگه. برو دست درد نکنه. خب قادر. داداش اگه منم حسابم برنده میشد هوا برنده داشتی که آقا یه چیزی این حساب مال همه مونا باید حواسمون جمع باشه بشینیم یه فکر اساسی براش بکنیم. یعنی خبر داره و نخواسته به کسی بگه؟ یعنی عادل جان شما هیچ کاری نکن با هیچکی هم حرف نزن. من خودم میرم مارشو میگرم خبرشو میدم. آها خیلی خوب. باشه. این شاید آژیرش گیر کرده به خاطر اونه. آره خودم باید نگاه کنم. باشه. آره آجیرش گیر میکنه. زنگ میزنه به من بلدم. زهره جان من یه کاری برام پیش اومده میرم و برمیگردم. بابا جونم بابا قربونت برم. هیچ چیه موضوع مردون است بین من آقا عادل قربونت برم. خب شام چی شام برات جمع کردم؟ برمیگردم میخورم دیگه نگرده برم. روز پرده ها من امشب میزنم خیالت راحت. به نصرت خانم هم زنگ نمیزنی؟ بابا اونو دیگه ولش کن دیگه همه موافقم ما موافقیم دیگه قسمت سوری خانم بوده دیگه. برو مامان قربونت برم خودمو آتیش روشن میکنیم تو حیاط بودو پیش آبجی بودو. رضام بابا ببخشید جانا نگران شما عوض بودم گفتم اینم چی شد برای همین منتظر بودی؟ نه بابا من که هر شب قبل از خواب میام به ماشین یه سری میزنم ولی امشب گفتم بالاخره همسایه ایم دیگه تو غم و شادی هم باید شریک باشیم گفتم اینم چی شد باید سند بذاری فتیه چه کارش کردی؟ اونی که بردمش بیمارستان سوری خانم اومد من اومدم یه ساعت با سوری خانم صحبت کردم شوهرش راضی کنه سند بذاره اقلا مشکل شما حل شه توکل بخوری مشکل ما هم که هیچی دیگه هی زور زدیم قرعه کشی تجدید بشه همه تصمیم گرفتن پول این ماه بدم به سوری خانم اگه تو راضی نیستی قبول نکن نه بابا همه قبول کردن دیگه من چی بگم این حساب قرعه کشی هم که به نام هممونه دیگه اگه شما تو اون مؤسسه‌ای که معرفی کردیم ما حساب بازی کردیم و دستمون رو شب عیدی تو پوست گردونه میذاشت مشکلی نداشتم که مملکت هرکی که نیست بالاخره ورشکست شده باید پول همه رو بده حقتونه
اگه همه حق همه رو میدادن که دنیا گلستون میشد دیگه. کاش میتونستم برات یه کاری بکنم. نزنی حرف آقا نصرت، شما اعتبارت بالاتر از این حرف هست. آقا نصرت نمیتونی یه پولی وامی تو بانک برای ما ردیف کنی؟ اگه تو تونستی جور کنی برای من جور کن. تو دیگه چرا مینالی بابا؟ تو که خدا بغلت کرده، شانست هم که خوبه. تو قرعه کشی که نفر اول برن نمیشی. من مطمئنم هر جا بری نفر اول برن نمیشی. فعلا که بورس رو باختم خودت میدونی دیگه. بانکو میگم. منم پول حساب بانکمو خالی کردم رفتم بورس. واسه نداری و میگی ندارم. خیلی ها دارن میگن نداریم. خیلی ها ناشکرن. شب بخیر آقا رضا. شب بخیر. شب بخیر. فهیمه بهش بگو چرا تلفن تو جواب نمیدی. نصرت معلوم به کجایی؟ چرا تلفنت جواب نمیدی؟ کی اومدی؟ آخ تلفنم جا گذاشتم کلانتری یادم رفت بگیرم. بابا عوض کو ها؟ گفتن امشب باید بمونی کلانتری تا فردا سند ببریم. پیرمرد زندانیش کردن؟ نه بابا زندان. آقا چی؟ زندان شه همون جا تو کلانتری نگشتش. جاش خوب. نصرت. نصرت. نکوی کاره. بابا. بابا. خیلی خوب. میاد بیرون. ماره چی شد؟ آقا مصطفی گفت مرده پیداش کردن. دیگه چه میدونی؟ چه خبره؟ خانواده داوود اومدن میخوان فهیمه رو دم عیدی آشتی بدن. پاشو قربونت، پاشو بریم تو زشته. اونا هم وقتی رو بردن توی این موضوع دیگه چی کار میشه کرد؟ اومدن دیگه. پاشو قربونت برم، پاشو بریم تو. اخمتم ما که از این چیزا سر در نمیاریم. آقا این مدرک میگه یعنی پسر من معتاد نیست. از لحظه‌ای که رفتیم آزمایشگاه تا وقتی که نتیجه رو گرفتیم من پیش این بودم و این آزمایش رو خودم تحت میگرفتم. این آقا عوض رو دقیقاً واسه چی گرفتن؟ حالا چی بگن؟ میگن که این سمنوش مثل که آلوده بوده. بابا نگفتم. شما که میدونی برای چی میپرسی؟ خانم چرا شما بحث رو عوض میکنی؟ بفرمایید آقا نصرت، فرمایشتون رو بفرمایید. حالا عرض میکردم، من که از این چیزا سر در نمیارم. ولی ما از همون اول هم میدونستیم آقا داوود اهل این زهرماری ها نیست. طرفش هم نمیره. یه سوء تفاهمی بود، پیش اومد، تموم شد، رفت. ولی اینا دلیل بر پاکی آقا داوود نمیشه. آقا من که اولش عرض کردم خدمت شما. از لحظه‌ای که رفتیم آزمایشگاه تا لحظه‌ای که نتیجه رو گرفتیم، من کنار پسرم بودم. منم عرض کردم مربوط به این نیست. نکشیدن که دلیل بر پاک بودن نیست.
اتفاقا بعضی موقع آدم باید بکشه تا بفهمی پاک. نصرت ای چربی چی میگه؟ باید بار زندگیشو به دوش بکشه. بار خانوادهشو به دوشش بکشه. باید یه کاری کنه خانوادهش دوستش داشته باشن. بهش افتخار کنن. الان این پسر شما این چند روزه کجا بوده؟ یه سری بزنه بچه‌ش. 10 دفعه بهش تلفن زدم تلفنمو جواب نمیده. چیکار کنم؟ شما کی به من 10 بار زنگ زدی؟ من 10 دفعه به زنگ نزدم. 10 دفعه. آقا داوود دو بار شما به من زنگ زدی. خب دو دفعه به زنگ زدم. چرا جواب ندادی؟ اینجا مراسم بهشت خانم بود، من نتونستم جواب بدم. 3 بار زنگ زدی، 4 بار زنگ زدی. آقا نصرت، منم دوست دارم خانوادم رو خوشحال کنم، منم دوست دارم باعث افتخار خانوادم بشم. همین شب عیدی هر چی دوست داشتم براشون خریدم. با کدوم پول؟ با پول اون آتش‌خالا؟ همون فروختم دیگه. میدونی ممکنه چند تا بچه الان راهی بیمارستان شده باشن به خاطر همون آتش‌خالای تو؟ چند تا خانواده نگران شده باشن؟ آقا نصرت، اونایی که خطرناک پشت تو مادر نکن. اونایی که خطرناک بود که افتاد کاسه توالت همش ترکید رفت. اونم بی خطرا رو برداشتم فروختم. اگه اون پر خطرا رو میفروختی چی؟ جواب بده. خطرناکا رو میفروختی چی میشد؟ هیچ فکر کردی؟ آقا حالا چه بحثیه؟ آقا نصرت، شما اومدی اینجا بشینیم مشکل زندگی اینا رو حل کنیم. برادر من شما که داری این موضوع رو بیشتر شخ میزنی که. دست شما درد نکن، ما گاوهانیم که شخ میزنیم. بلا نسبت قصد توهین ندارم آقا نصرت. خب بچه منم که تنبل نیست، کار نیستش. بله میدونم. کار سخت گیر میاد. سخته، هممون هم کشیدیم، همه جورش هم کشیدیم، ولی این چیزی که من میبینم، این آقازاده ای که تا لنگ ظهر خوابه، تو فکر کار نیست، دلسوز خانوادش نیست، چجوری میشه بهش اعتماد کرد؟ والا مهندسی کشاورزی خونده. مدیریت بازرگانی. حالا همون بازرگانی خونده. الان خب کار نیستش، بازرگانی نیستش. بله زندگی سخته، زندگی برای همه سخته. قرار نیست مرد بشینه تو خونه تا پول تلک و تلک و تلک بیاد هلوفتی بیافته جلو پاشکه. مرد باید بره بیرون خونه کار کنه، زحمت بکشه، پولو برداره بیاره تو خونهش. آقا مهم اینه که الان پسر من رفته یه کار آبرومند پیدا کرده. خب خودت بگو دیگه داوود جان، بگو. آقا نصرت، اون روز که رفتم آزمایش بدم، آقا شاهین اونجا منو دید، فهمید لیسانس. بله پسر آذرخانی اونجا منو دید، فهمید لیسانس دارم، گفت بیا همینجا سر کار. شما لیسانس بازرگانی داری، چه ربطی داره با آزمایشگاه؟ خودتون گفتی کار کنی، فرقی نداره که، پولش خوبه، بیمه هم که هست. الانم اونجا ناظر نمونه شدم. تو رفتی سر کار که بعد نمونه هم بشی؟ آره دیگه، ناظر نمونه دیگه، ناظر بر نمونه. مبارک. آه پس دیگه حله. میتونم برن سر زندگیشون دیگه از نظر شما؟ شما برای چی از من میپرسی؟ من میخوام با بچه شما زندگی کنم. فهمی جان بریم خانم. فهمی جان امیر پاشو جمع کن. کجا رو افتادی؟ باید سه چهار روز دیگه تکلیف معلوم بشه دیگه. تکلیف چی روشن بشه؟ اما اصلا اون اتاقی که فهمیه گفته بود برام رنگ کن، من همیشه پشت و گوش مینداختم، الان رنگ ها رو آوردم، وسایل ریختم بیرون، قراره تمیزش کنم. یه سری وسایل هم برای امیرعلی گرفتم، اگه شما اجازه بدید اینا رو پهن کنم، بعد فهیمه بلنش بیاد. پس آقا نصرت، اگه شما اجازه بدین داوود یه چند روز اینجا پیش شما و زن بچهش بمونه، کارهای نقاشی که تموم شد من خودم میام دنبالشون میبرم. خوبه؟ اجازه میدین؟ چی؟ دست شما درد نکنه. آقا پس با اجازه. شبتون بخیر. شما دیگه پله عروسی شما دیگه. اینجا که بوش میاد پله عروسی پسر شما رو زودتر میخوره. دستو بردار عالی، دستارت بگردم. مامان جون الهی دورت بگردم. خسته شدی، شما برو خونه استراحت کن. آره همه برین، من خودم میمونم. برین شما. فریبا هستا؟ آره مامان من هستم. آقا عادلم اصلا میخوام برن خونه. شما آره. برین. آره قمر خانم جون دورتون بگردم، چه کاری توی بیمارستان بمونین؟ خسته آره. میشی مامان. هی تو شما واسه من تعیین تکلیف میکنی؟ گفتم خودم میمونم، یعنی میمونم دیگه. من که خدام، به خاطر خودتون گفتم. خیلی خب پس ما دیگه با اجازهتون بریم. گوشت فقط ما چش نکنین که آلوده. فردا خواستگاری میرین؟ بله دیگه. خدا پس خدا خدا برم دیگه. برم آره مادر برو به سلامت. برم شما مزاحم شد قاعده شید زنگ بزن مادر. نگاه کن دستش چه کوچولوه. الهی مادر بازه قربونی این دست و پای کوچولوی تو بره، فدات بشم ان شاءالله.
نه جینم وای خدا این بوچون بوچونه ایتا مادر تو چرا نرفتی؟ برو میرم مامان یه ذره دیگه بشینم میرم باشه مامان جون الهی دورت بگردم یه چیزی بگم نه نمیگی مامان گفتم خودم میمونم پیشت دیگه قدمتون سر چشم و حقیقتش اینه که آقا جهانگیر اومده دم در میخواد بیاد تو بچه رو ببینه ولی نیست شما هستین خجالت میکشه درسته من از جهانگیر خوشم نمیاد ولی خب اومده عیادت دیگه بگو یه توی که پا بیاد مامان الهی من قربونت برم بچه الان میرم صداش میکنم چه خوبه میشه قربونت برم بچم الهی من فداتشم الهی که فداتشم اون همه آدم از تو بعد میرفتی زیر لحاف بابا چی داری میگی تو بابا من گف دستم رو بو کرده بودم که مار زیر لحافه باز جای شکرش باقیه که بنده خدا زود رسوندنت بیمارستان آره زود رسوندن تمام این آتیش از گوره همینا پا میشه جایی تشکر کردنته بابا بگو سند کجاست این جمشید بره بیاره آقوازو بیرون نمیشه بابا نمیشه چرا نمیشه؟ میگم نمیشه چه خبره؟ اینجا اورژانسه بفرمایید بیرون بفرمایید ببخشید خانم حق با شماست برو بیرون پرستو ماما اینجا چی میخوان؟ اورژانسه دیگه اورژانسه دیگه برو بیرون بفرمایید نگاه میکنی برو بیرون خانم شما هم کارتون تمام شد سریع بفرمایید چشم حتما چشم ببین سوری جا بهتر ما دخالت نکنیم تو این موضوع یعنی چی دخالت نکنیم؟ تو همسادگی خوب نیست فردا رومون تو رو هم میفته بابا جون الان همه مدارک علیه منه علیه تو؟ بله سنوبر هم خب بگو خب خب پرویز و برداشته انداخته تو دیگه سمنو پا آقا عوض رو به خاطر همین بردن کلانتری به جای تو بابا به من جرب داره کار سنوبره ای بابا خانم چه خبره؟ گفتم بفرمایید بیرون من بتونم کارم رو انجام بدم بفرمایید خیلی خب ببخشید آقای پارسایی فر چی میگی فتی حالا که اینجور شد باید سند رو بهشون بدی بابا چی داری میگی تو آخه من حالا سند رو ببرم اونجا میدونی چی میگم میگم بفرما دیدی فتی یه ریگی تو کمششه اگه نگفتم تو هرچی میخوایی بگو بود میبینم که مریضم اونم الحمدلله سر حاله چطوری؟ چه بگی؟ برای الحمدلله عالی برام نمونده با خدا از بازبانیش نگذره با چه خوبی چه چی منظورتون کیه؟ خانومتون؟ نه بابا خانوم یه لحظه خانم آقای دکتر خوب هستین خسته نباشی مرد شوهر شما یکی از موارد نادره اصولا مارگز دیگی ها منجر به مرگ و میر میشه شوهرتون خیلی شانس آورده که معتاده چی میگین آقای دکتر؟ مام برو اون بر؟ مام برو اون بر؟ آقای دکتر چرا پشت سر ما داری حرف در میاری عزیز من؟ به جون خودت الان تو محل همه میگم بعدی تو ساخوسه بیش کوکوی همه نپیلش کوه پرستو جان سلام سلام دورت بگردم خدا بر نده چرا بی خود شلوغش میکنم آزمایش ها میگن شما معتادی آزمایش شما اگه جواش منفی مال ما اگه چیزی دیگه قد به عوض شده درسته اعتیاد امر مذمومیه اما شما باید خدا رو شکر کنید که معتادی خب بازم خدا رو شکر به موقع رسوندن مواد بهش رسیده مواد داروی و اینها چه مسخره خیلی هم دارم جدی میگم ایشون اگه مواد مخدر مصرف نمیکرد چه بسا خدای نکرده به خاطر سم عمر هلاک شده بود بفرمایید نه آقای دکتر خب دورت بگردم عزیزم ما دیگه رفع زحمت میکنیم بریم ببخشید کاری کمکی چیزی بود من در خدمت هست حالا هی بگو نکش بازم میگم نکش فتی خانومت راست میگه آدم به خاطر یه مورد نایاب که خودش علکی بدبخت نمیکنه دکتر ما نفهم توی بری یا بابا تکلیفت با ما روشن کن بالاخره ما بکشیم یا نکشیم
منظور آقای دکتر اینه فتحی که ما تو جنگل زندگی نمی کنیم که رابرا ما رو مور و عقرب نیشمون بزنه. زوری جان حادثه خبر نمی کنه. من باید آمادگی برخورد با حادثه داشته باشم یا نه؟ چی شده ماما؟ همه تو شنیدن. کی؟ آزاق خانم اینا. پیداش میشه همین جاست. بیا جهانگیر، جهانگیر خودشه. الو سلام جهانگیر، کجا رفتی؟ بگو با مامان حرف زدیم بیا. آقا مرد خونه کارش تموم میشه کجا میره؟ نه دا که داشتم میرفتم خونه عادل پیش بچه ها دیدم این طلبکارا اومدم اونجا دیوار دفاعی زدم مستحکم. چی؟ ها آره بابا جلو شیش قدم خونه عادل همینجوری کیپ تا کیپ پاشیده بودم. منم دیگه حال مقاومت نداشتم برگشتم. چی؟ الان چی؟ الان چی کار میکنه؟ کجا میری؟ عیال ما رو باش نگران چی؟ بابا این همه خونه منم که همه درا برو گشته است. بالاخره یه جا سکنا میگذنم، تو نگران این نباش. این فقط فریبا جان تو با عادل صحبت کن. این تو باش حرف میزنی این روش نمیشه به تو چیزی بگه. بگو بره مخ این طلبکارا رو بزنی یه جوری ردشون کنه برن. قربونت نوکرتم، خداحافظ. عادل که خیلی وقت رفت. الو الو جهانگیر، خیلی سلام رسوندا. نمیاد؟ چرا چرا میاد، یه گرفتاری براش پیش اومد، گفت زودی میام. چیزی شده فریبا؟ نه میگم قربونت برم، همه چی خوبه، زود میاد. ببخشید من یه دقیقه الان میام. تلفن بچم چی گیر افتاده؟ ببین این بازم یه گندی زده. حالا ببین. نه مامان جون، شما خیالتون راحت، خبری نیست. بیا بگیر. خنده اصل و برام خستم شد دراز بکش. قربونت بیره مادر بزرگی. اصل نه شیلی نه. سلام چاکرم استاد جان. آقا این پارچه سیاه به خاطر مادر من، گفتم بیشتر از این دیگه زحمت شما نشه. آقا من خیلی نگران شدم شنیدم، گفتم بیام اگه کاری چیزی هست خدمتگزاری رو انجام بدم. دست شما درد نکنه. نوکرم. کلانتری آشنا داری؟ ها؟ سند داری؟ آقا فتحی حرفتو میشنوه؟ چه کمکی از تو ساخته است؟ کردم داداش، نمیخوای من میرم. گفتم بیام اینجا با هم همفکری بکنیم بلکه بهتر شه. و همینجا وسط خونه من وایسادی منو تهدید میکنی؟ چه همفکری میتونی با من بکنی؟ تهدید چه هم مثلا به دل گرفتی؟ نمیخوای داداش، نمیخوای من میرم حرفی. فقط نمی قربون شکلت برم. من گفتم تو عالم همسایگی خوب نیست، بالاخره دو تا مردیم دو تا فکر میشیم، خیلی بهتر. چی شده بابا؟ داوود هم هست؟ خب بیاد، شدیم سه تا مرد، سه فکریم، خیلی بهتر که. چطوری داماد داوود؟ سلام، مخلص آقا جنگ. نوکرتم. برو بگی بخواب بابا. چشم. برای من برای خود شما گفتم نمیخوای نوکرتم. سلامت. نوست، نوست. من غلط کردم، یه حرفی زدم. کجا برم؟ من اصلا جایی ندارم برم. اگه برم هم امنیت جانی ندارم. جان نوسی. چی شده؟
چه کنجکاوی تو چشمات میبینم. بکردم دیگه نمیتونم برم. بس بیام کارت را بندازم. بس بیام. ببین. اومده. اومد. سلام علیکم. آدم حال شما خوبه؟ آورت سمت راست چپم درد میکنه. شما دکتری؟ ما نه. ولی تو طلبکارای با جناق دکترم داریم. بله. بیمه هست چه شرکتیه؟ ببین اینقدر میمونیم تا جهانگیر بیاد بیرون. خب پس دنبال جهانگیری. بله. آقا جان جهانگیر اومده شما رو دیده فرار کرده. حالا اگه جی پی اس دارید بره دنبالش. ما تو محل آبرو داریم بفهم آقا. آبرو شما مهمه. پول ما مهم نیست. ببین تا پولو نگیریم از اینجا تکون نمیخوریم. بله اینقدر میمونیم تا پولمونو بگیریم. پولتونو میخواید؟ بله. سلام علیکم. ببخشید آقا ببخشید. بفرمایید ببخشید. انجام نمیری دیگه. نه اصلا تکون نمیخوری. ببین خود در میاری. سب کن بگم چی میگی؟ قصد مزاحمت نداشتیم، فقط می‌خواستیم جهانگیر بابا جهانگیر می‌خواد. جهانگیر کجا بود؟ بریم بگن در جهانگیر است. بفرمایید. بریم به سلامت. شب چهارشنبه سوریه شما هم مبارک. اینه با جهانگیر چیکار داشتن؟ طلبکاراشون آبرو واسه ما نذاشته که. ای بابا. تو بابا شدی نمیخوای به ما شیرینی بدی؟ بابا تو این هیری بری شب چهارشنبه سوری شیرینی فروشی کجا بود؟ یعنی یه کیک یزدی هم پیدا نمیکردی بخوریم؟ حالا خیلی خوب بهت میدم طلبت. حالا اینا رو ولش کن. یه سوال ازت میکنم مرد مردونه جواب بده. رضا راست میگه پوز نصرت برنده 200 میلیون مایه شده. بهش تو بهش بگو. نصرت پوز کیو داده؟ آها بهش بگو دیگه. خیلی خوب بریم تو برات توضیح بدم. آقا مزاحم نباشید. نه بابا این حرفا چیه؟ بفرما تو چه خبری تو خیابونا؟ بفرما با اجازه. یا الله یا الله کسی نیست بفرما. سلام شب بخیر. سلام عادل. عباس آقا خودمون همه چیو میدونه. کی؟ عباس آقا بیا تو. عباس آقا بفرمی باشیم پشت ده. ببخشی یا الله بفرما. کار خلاف کنیم؟ ما خلاف نمی کنیم. یکی دیگه داره خلاف میکنه صداش هم در نمیاره. بچه ها چرا خاموش کنی؟ تو از بالای چیزی پرسیدی؟ نه من پس نداد. برو بردم. برم. خب حتما درست نپرسیدی ازش. زیر پوسی ازش پرسیدم. زیر پوسی هم جوابم گرفتم. با چند تا سوال بی ربط می‌خواستم حواسش رو پرت کنم. زیر زغبیشو بکشم. انگار نه انگار. خب چرا زیر پوسی رو که پوسکنده می‌پرسیدی؟ آقا خبر دارید یا نداری؟ بابا اگه رو که پوسکنده ازش می‌پرسیدم خبرم نداشت خبردار می‌شد میرفت بانک پولو می‌گرفت دیگه. من نمی‌فهمم. عادل جان ببین. این قضیه دو حالت داره. عمو جون بیا برو دیگه. و ما باید برای هر دو حالتش خودمون آماده کنیم. یک، یا اینکه نصرت خبر داره خودش رو زده به بیخبری که ما باید یقش رو بگیریم. حالت دو، حالت دومی که اصلا واقعا بیخبره بعدن خبردار میشه میره بانک پولش رو میگیره که باز ما باید برگردیم چی به حالت اول. ما الان تو کدوم حالتیم؟ الان پول به حساب کیه؟ نصرت. حالا اصلا گیریم نصرت نه رضا. صبح میره بانک پولش رو میگیره. شما چیکار میکنی؟ به همین راحتی. تو بی خود میکنی؟ عادل جان داره منو مثال میزنه. آخه این حساب داره با پول هممون میگرده الان. قربون دهنت برم. این فکر رو باید اون روز میکردیم که انان اختیار قرعه‌کشی رو سپردین دست خانوما. آخرش هم میشه این. آه. برای من مثل روز روشنه این نصرت خبر داره و حرفی نمیزنه. الکی دست به خیر نشدم پول قرعه‌کشی این ماهو بدیم به سوری خانوم. حتما پول گنده گیرشون اومده. بله. منم بودم خبر نمیدادم. برای چی برای خودم شریک پیدا کنم؟ عباس آقا تو بی خود میکنی؟ بابا دارم مثال میزنم خودمو. خب من باورم نمیشه. شاید بنده خدا اصلا خبر نداره. مگه میشه؟ آقا من یه کتری بردم. یه کتری چیه؟ 300 تا اس ام اس از بانک برام اومد. میشه برای 200 میلیون خبر ندن؟ بله عباس آقا اصلا این خبرها رو میرن در خونه حضوری اعلام میکنن. ای بابا مگه شما نبودید همین چند روز پیش گفتید آقا نصرت ما به تو اطمینان داریم کل انان قرعه کشی رو سپردید به آقا نصرت؟ ما از کجا میدونستیم؟ اصلا کسی فکرشو میکرد این آقا عوض سمنوی آلوده بپزه بده دست مردم مریض بشن ببرنش کلانتری؟ اینم پسر همونه دیگه. آدم اشتباه میکنه. منم اشتباه میکنم. تو بی خود میکنی؟ عجب بساطیه. عادل جان تو اصلا مثال میدونی چیه؟ بابا گیر دادی ها. اصلا ذهنم ریخته به هم الان. بابا میگم چرا باشه با هم دیگه داریم حرف میزنیم. خب بریم در خونش باش حرف بزنیم. منم موافقم بریم در خونش ولی مستقیم نریم سر اصل مطلب. ببینیم اصلا خبر داره نداره. ما تو کدوم وضعیتیم؟ نصرت حالا تو کجا میخوای بری؟ بابا من کجا دارم بابا میرم. جان سوری که زنش نتونست رازیش کنه. بله الان ازش سند رو بگیرم. ها
بابا کجا داریم میایم؟ جایی نمیایم، همینجا. برین داخلی. خیلی خوب، خیلی خوب بابا. بابا کجا؟ میرم سند بگیرم. میخوای بیام؟ تو کجا بیای؟ مردک تو خونه از کجا بیای؟ داداش من اونجا کارم تموم شد، سب کن باید میام. بابا خب بذار باید بیان تنها نری. نمیخوام کسی با هم بیاد. به چه سر میبرم؟ نمیخواد. خیلی خوب نمیام. بپوش چرا واسدی من؟ بابا کاپشن من بیا. آقا جهانگیر خدا عمرت بده تنهاش رسا تو رو خدا. نصرت 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 جان. داداش موهایی نترس. کجا این وقت شهر؟ تک و تنها کجا میری؟ سوری خانم زنگ زد گفت اگه میخواین سند بگیرین خودتون بیاین فتی رو راضی کنه. نیستم میری بیمارستان میشه آقا فتی؟ بله. آقا ناصر ببخش باید سوال از شما بپرسم. بریم آقا بریم. بپرس دیگه. بوته دارید برای چشم سوری؟ ناصر داداش مگه نمیری بیمارستان؟ بله. یا من خودم میرسونم ماشین اینجاست؟ نه دیگه زحمت نمیدم. نه چه زحمتی آقا ما همساییم، همسایی برای همین رفت دوستی بیا. دستتان درد نکنم. چه اینجوری میکنی؟ تو اینجا چی کار میکنی موقع شب؟ من اینجوری داشتم رد میشم آقا نصرت تعارف کرد رو درسی گیر کردم موندم. راستشو بگو از ترس طلبکارات اومدی یا بویی به مشامت خورده؟ چه بویی به مشامت خورده؟ طلبکاره منی که میدونی. بیا بیا از یه جایی برو که به این دار و دور و ترافیک چهارشنبه سوری نخوریم. بله شما که نفرمودین ما هم نمیدونستیم. چشم حواسم هست. آقا رضا این دنیا ممکنه بی حساب کتاب و بی در و پیکر باشه ولی اون دنیا قطعا حساب کتابی هست. اینا چه میفهمن اون دنیا چی هست؟ بله تخم مردازه که شطور مردوز میشه دیگه. آقا من که میگم همه چی برمیگرده به ذات آدم ها. بله الان مثلا این آقا بالایی قطعا با جهانگیر فرق میکنه. چه فرقی؟ فرق داریم دیگه. آقا بگو میخوام بدونم من چه فرقی با این دارم آقا بالایی. الان مثلا 200 میلیون بیاد تو حساب آقا بالایی وسوسه نمیشه ولی اگه تو حساب تو بیاد ممکنه وسوسه بشه. ممکنه چی؟ حتما وسوسه میشه. درسته میگم آقا بالایی؟ والا چی بگم آدم تا 100% تو موقعیتش گیر نکنه نمیدونه چی میشه. شیطونه دیگه یه لحظه است. دمش گرم. آقا استاد یعنی شما هم به خودت خیلی مطمئن نیستی نه؟ ما آدمیم دیگه. آقا بالایی که به خودش مطمئن نباشه وای به حال بقیه. تا آقا ناصر داره با فتی حرف میزنه یه سر به این بچه بزنم. کجا همینجوری؟ پایسه اینجا پایسه اینجا پایسه اینجا چیه؟ دستی بگی جلوش؟ نگاه کن باز کاراش رو ببین. آکیدگی داری میری به بچه دست بزنی پوچه در بسی جمع بسی یکی بمال به هم بردنی نیستا؟ آفن این با مزده همه جا رو باید زد و پونی کنی پاکیزه باشی. ببخشید دخترم یه لحظه. بله. این چه وضعیه؟ چیزی شده؟ بله این مگه برای پاکیزگی نیست؟ بله. وسیله نهای کمه. حتما عوضش میکنی. خوبگاری میکنی که زبط آفره تکنیکی در آورد. بینج 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 بشی این من بشی این من بشی این من بشی من چیزی نشست اینجوری بشیم آفره چشت به اینجا باشی آشه اونجا ببین میاد عوض کنه یا نه. توی کنم من دیگه تا اینجا اومدیم برم یه سر بچه با جناقم بزنم بده. بفرمایید. حواستون رو به این باشه که حواستش پرده چیم گیجه. حالا میخوای چی کار کنی؟ چه میدونم چی کار کنیم؟ مردم و من بابای من به خاطر ندونم کاری تو تو بازداشتگاه. خیلی خوب باشه ولی شرط داره. چه شرطی؟ باشه این پرده رو بکش بیا اینجا بشین کار داره. باشه
آقا چیکار داریم کنی؟ پرده تو کشید. مار زادش پیشالت میکشه. بله بله بفهم. این پرده کشیده به جون تو. آقا لوله رو. آقا یه لحظه یه لحظه ببخش. شیلنگو داشت به خودش میبرد. خب. شرطش اینه که روز دادگاه پای منو نکشی وسط. حله. اگه روز دادگاه بابای من تبرئه نشد از بازداشتگاه فرستادنش زندان چی؟ تبرئه میشه بابا دیگه. یعنی چی تبرئه میشه دیگه؟ خدا چه گیری کردیم بابا دیگه. تو چرا حالت نیست؟ این دیگ تا بیاد برسه به مغازه هزار غم حالا پایین میشه. پرده رو چرا کشیدیم؟ لرزش کرده بود سرد شده. ببخشید خانم پای فشار ما چنده؟ میام چک میکنم. خوبه نه حالش خوبه بهتره. باشه 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 می نویسم سند که میاری ما گرفتی ها یعنی چه؟ وردار بنویس مکتوب کنه میگم می نویسم رو حرف من حساب نمی کنی باش میدم فردا جمچی سند بیاری کلام تری خوبه فردی من رو حرفت حساب کردم فردیه و حرفش آقا دستون درد نکنه ببخشید خودم نتونستم کاری کنم شما رو کشیدم تا اینجا معذرت خواهی میکنم نه یه هر شد مثل اینجا عادل کجا رفت؟ عادل رفت اون ور پیش مرجان بالا رضا تو میگی نصرت خبر داشت؟ نمیدونم خبر داره ولی خوب داره فیلم بازی میکنه خبرم نشوشه فرقی نمیکنه مگه نه چشای هممون زور زده میگه معلوم نیست وسوسه نشه حالا بذار ببینیم اصلا خبر داره یا نداره باید دعا کن عادل بتونه جهانگیر رو بپیچونه برای چی میدونی؟ جهانگیر نیومده جهانگیر میگه میخوام قدم بزنم Yeah.